تلویزیون فاکس نیوز با اشاره به اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت درباره برنامه موشکی رژیم گفت این برنامه فقط برای بقای این رژیم و علیه مصالح عالیه مردم ایران است. این رژیم میلیاردها دلار را برای برنامه موشکی خود خرج می‌کند و این در حالی است که اکثریت مردم ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند. فاکس نیوز سپس در این رابطه از جان بولتون پرسید آیا به نظر شما تردیدی وجود دارد که صرف میلیاردها دلار به قصد تولید تسلیحات اتمی است؟ جان بولتون پاسخ داد رژیم ایران دقیقاً می‌داند که چه کار می‌کند. نباید فراموش کنیم که این رژیم و کره شمالی 25 سال است که با یکدیگر همکاری می‌کنند. هر دوی آنها از برنامه غنی‌سازی اورانیوم استفاده می‌کنند که از عبدالقادر خان خریداری کرده بودند. هر دو از طراحی اتمی مشابه استفاده می‌کنند. این دو برنامه موشکی در واقع دوروی یک سکه است. جان بولتون در این مصاحبه رژیم آخوندی را یک رژیم یاغی نامید و گفت مشکل در تاریخ پایان یافتن توافق اتمی نیست، بلکه مشکل نواقصی است که در این توافق و اعمال آن وجود دارد. وقتی این رژیم برنامه سلاح اتمی خود را حفظ می کند، چه اهمیتی دارد که چند صفحه کاغذ به عنوان تعهد فقط امضا کند؟